شنبه 28 خرداد جلسه رسیدگی به پرونده ی ابوالفضل آدینه‌زاده بود و این در حالیه که پدر و مادرش در بازداشت به سر میبرند. خسرو علی گردی وکیل خانواده آدینه‌زاده در پست اینستاگرامی به این مورد اشاره کرده. تصویر نامه‌ای که به دادسرا نوشته رو هم به اشتراک گذاشته و نوشته ساعت 10:30 صبح در شعبه اول بازرسی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی به جلسه دادخواهی و رسیدگی به پرونده قتل جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده همراه با علی آدینه‌زاده پدر و سید گلدسته حسینی جهان‌آباد مادرش دعوت بودم که به تنهایی به بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی مراجعه کردم. در ادامه هم میگه متاسفانه به دلیل در بازداشت بودن پدر و مادر ابوالفضل و ضرورت حضورشون لایحه‌ای به بازپرس داده شد و جلسه رسیدگی تجدید و به تاریخ 13 تیر ماه 1402 موکول شد. فشار بر خانواده پیرفلک هم همچنان ادامه داره. خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع آگاه نوشته خانم مولایی راد طی تماس تلفنی به اداره اطلاعات ایزه احضار و دقایقی پیش راهی این نهاد امنیتی شد. هنوز اطلاعی در دست نیست، اما مشخصه که حکومت به سکوت ماه‌منیر مولایی راد مادر کیان و احضارش به دادسرا بسنده نکرده و در پاک کردن صورت مسئله به شیوه همیشگیش داره عمل میکنه و فشارها رو بیشتر کرده. حامد از کاربران در توییتی نوشته پیج اینستاگرامی ماه‌منیر مولایی راد و اکانت توییتری سجاد پیرفلک هم از دسترس خارج شده. به احضار ماه‌منیر مولایی و همینطور بازداشت سجاد پیرفلک عموی کیان هم اشاره کرده. سجاد پیرفلک عموی کیان که از لحظه اول آزار و اذیت این خانواده اطلاع رسانی میکرد هم بنا به توییت 1500 تصویر گفتیم که در بازداشته و 1500 تصویر گفته که شنبه ظهر سجاد پیرفلک در همون جایی که کیان رو کشته بودن بازداشت شده و حالا تصویر اکانت توییتری خارج از دسترس سجاد پیرفلک هم در توییت ها به چشم میخوره. اما داستان به همینجا ختم نمیشه و آخرین خبرها که از این داره که پیکر پویا مولایی راد پسر عموی ماه منیر مولایی راد رو هم به خانوادهش تحویل ندادن. ویدیویی هم منتشر شده از شکسته شدن بخشی از پوشش شیشه‌ای مزار کیان پیرفلک، کودکی که امسال 10 ساله میشد اگر به دست نیروهای امنیتی کشته نمیشد. آزاده مختاری خبرنگار رکنا در واکنش به شکسته شدن شیشه مزار کیان نوشته با سنگ قبر شکستن چه تفکری از مغزتون رو به مخاطب منتقل میکنین؟ نه عقل دارید، نه انسانیت، دینم ندارید. آتنا دامی یکی دیگه از کسانی بوده که واکنش نشون داده. در یک رشته توییت به فشارهای خانواده ها پرداخته و نوشته قدرت در دستان خانواده های دادخواه که تبدیل به کابوس رژیم شدن که برای حذف و خاموش کردن صدای اونها به هر کاری دست میزنه، اما موفق نمیشن چون علاوه بر این که میان این خانواده اتحاد و همبستگی بی‌نظیر وجود داره، مردم هم با اونها همراهن.